کرشمه نهفت. همونطور که قبلا در مورد کرشمه صحبت کردیم، یک وزن سه ضربی هست. به نظر میاد که این وزن بسیار قدیمی هست، چون در ایران وزنهای سه تایی و سه ضربی اصالت بیشتری نسبت به وزنهای دو ضربی داشتن. و این کرشمه قبل از اینکه با این نام شناخته بشه، به عنوان ثقیل اول ازش یاد شده که در موسیقی قدیم ایران با اتانین به این شکل معرفی می شده: تنن تنن تننن تن، یا همون مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. به طور کلی دو حالت وزن کرشمه وجود داره: مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلاتون، که همون بحر مجتث کامل هست، و مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون که شکسته شده یه همون. نوع اول با شعر هزار و مرتبه به به از آن لب شکرینت، خدا کند که نباشد عجل به قصد و کمینت، از سعدی میتونه هم وزن باشه: مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلاتون. و دومی: نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. کرشمه در جای جای ردیف وجود داره، میشه گفت هم به عنوان یک قطعه مستقل دیده میشه در ردیف، و هم در داخل هر گوشه ممکنه به کار بره. از جمله در همین جا که در گوشه نهفت کرشمه به کار رفته، و البته ما اون رو به عنوان یک گوشه مستقل جدا کردیم. استاد عبدالله دوامی درآمد سگاه خودشون رو که با شعر نگویم آب و گل است آن وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی، با کرشمه شروع کردن، یا بسیاری از گوشه‌های شورشون رو با حالت کرشمه شروع کردن، از جمله قرچه. یا مرحوم طاهرزاده: غلام نرگس تو تاجدارانند، خراب باده لعل تو هوشیارانند، با کرشمه درآمد سگاه رو آغاز کرده. و همچنین در خاوران ماهور ما ببینیم وزن کرشمه وجود داره. یا ابوالحسن سبا در ردیف سگاه خودش با شعر توانگران که به جنب سرای درویشند، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون، در سگاه باز با کرشمه معرفی خودش رو شروع کرده. یا بیا که نوبت صلح هست و دوستی و عنایت، به شرط آن که نگوییم زان چه رفته حکایت.